خانم ها آقایان سلام، عصرتون بخیر. خوش اومدید به زوم نیوز امروز رادیو قبرس، بخش خبری جیهان آرا. میگن توی یه شهری تو سرزمین های دور وسط شهر یه چاله بود که هر روز مردم میافتادن توی اون چاله و کلی آدم زخم و زیلی میشدن و مسئولان عدالت گستر خدمتگزار هر روز جلسه میذاشتن که بهتره خیلی فوری و انقلابی نزدیکای اون چاله یه بیمارستان درست کنن تا مردم خیلی سریع درمان بشن. حالا ساختن یه سالن برای اسکان خانواده بازداشتی ها زیر پل اوین هم همونه. اما واقعا فکر میکنید این اتفاقات تا کجا پیش میره؟ وقتی روزا پارکس اول دسامبر 1955 روی صندلی اتوبوس نشست و پا نشد، شاید فکرش رو نمی کرد که در واقع داره قیام میکنه. بر اساس قانون اون موقع امریکا سیاها نمیتونستن بشینن اگه فرد سفید پوستی ایستاده بود. اون نشست و جای خودش رو به فرد سفید پوست نداد. دستگیر شد، جریمه شد و بعدها مارتین لوتر کینگ راه اون رو ادامه داد تا سال 1964 که قانون حقوق مدنی تو امریکا تصویب شد و پایانی بود بر هر گونه تبعیض نژادی. آزادی دادنی نیست، مثل حق گرفتنیه، حتی به زور، اما باید طالب واقعیش باشی. میگن زاهدی کنار یه رودخونه نشسته بود و در حال تفکر بود. جوونی پیشش میاد و میگه میخوام حقیقت رو پیدا کنم. زاهد ناگهان میپره، گردن جوون رو میگیره و سر جوون رو میکنه زیر آب. جوون تقلای زیادی میکنه اما زاهد محکم اونو زیر آب نگه میداره تا اینکه بالاخره اجازه میده جوون سرش رو از آب بیرون بیاره. در حالی که جوون نفس نفس میزده ازش میپرسه وقتی زیر آب بودی چه چیزی رو بیش از هر چیز دیگه ای طلب میکردی؟ جوون با تعجب میگه هوا. زاهد جواب میده هر وقت حقیقت رو به همون اندازه‌ای که هوا رو میخواستی طلب کردی بیا پیش من. حالا هم فکر میکنید که آیا واقعا هممون آزادی رو به اندازه ی هوا میخواییم؟ حتما که این مسیر مسیر طولانی و سختیه. اتفاقات امروز ایران در نوع خودش بی نظیره و راهکارهای 57 ممکنه خیلی اثرگذار نباشه، اما باید بدونیم قراره توی این مسیر ناشناخته زخمی بشیم، خبرهای بد بشنویم، گم بشیم، حتی گاهی سرخورده و ناامید بشیم و از همه مهمتر خشمگین‌تر بشیم که این خشممون واکنش‌هایی رو با خودش داره که دنیا تجربه نکرده. روحیه‌ها خوب، مراقب خودتون باشید، دلتون شاد، لبتون خندون.